صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقی و الهام چوبدار در ایران با موج انتقادهای داخلی و بین‌المللی مواجه شده. وزارت خارجه آمریکا، عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران این احکام رو محکوم کردن و خواستار لغوشون شدن. همکارم مهتاب وحیدی‌راد در استودیو همراه ماست با جزئیات بیشتر. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای صدور این احکام اعدام رو به شدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری اونها شد. این نهاد اتهام افساد فی‌الارض علیه زهرا صدیقی و الهام چوبدار رو جعلی و ساختگی دونسته و گفته اطلاعات به دست اومده توسط عفو بین‌الملل نشون میده که مبنای این احکام دلایل تبعیض‌آمیز مرتبط با هویت جنسیتی یا گرایش جنسی این دو زن داره و در مورد زهرا صدیقی همدانی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او در دفاع از حقوق جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی. زهرا صدیقی و الهام چوبدار حدود یک سال پیش بازداشت شدند. در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه به سر میبرند. احکام اعدامشون هم در دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده. سازمان حقوق بشر ایران اما اعلام کرده که این دو زن از روند دادرسی عادلانه محروم بودند و حکم اعدامشون بر اساس اعترافهای اجباری صادر شده. این نهاد مدافع حقوق بشر از جامعه جهانی هم خواسته که به این احکام و همینطور به موج فزاینده آمار اعدام در ایران واکنش فوری نشون بده. ایالات متحده هم به این موضوع واکنش نشون داد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در نشست خبریش در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره گفت آمریکا صدور حکم اعدام برای این دو فعال رو محکوم میکنه. او در ادامه افزود ایالات متحده قاطعانه با همه موارد نقض حقوق اقلیت‌های جنسی مخالفه و از همه دولت‌ها میخواد قوانینی رو که افراد رو بر اساس گرایش جنسی، هویت یا ویژگی‌های جنسیشون مجرم میدونه لغو کنن. شاهزاده رضا پهلوی هم در توییت جمهوری اسلامی رو متهم کرد به اینکه هزاران نفر از جامعه همجنسگرایان رو به طور سیستماتیک به قتل رسونده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز دوشنبه خبر صدور احکام اعدام برای زهرا صدیقی 31 ساله و الهام چوبدار 24 ساله رو تایید کرد و این دو زن جوان رو اعضای یک باند قاچاق دختران و زنان به یکی از کشورهای منطقه معرفی کرد بدون اینکه برای این اتهام سند یا مدرکی منتشر کنه. اما برخی از منابع حقوق بشری از جمله وبسایت هنگاف میگن مصادیقی که برای اتهام افساد فی‌الارض در پرونده این دو زن مطرح شده ترویج همجنسگرایی، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های مخالف نظامه. در قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی‌الارض مجازات اعدام تعیین شده اما تشخیص مصادیقش بر عهده قاضی دادگاهه. مثل اتهام‌های دیگه‌ای از جمله محاربه، سب النبی و ارتداد که در ایران براشون مجازات مرگ تعیین شده. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارشش نوشته صدور حکم اعدام برای این قبیل اتهام‌ها با قوانین بین‌المللی مغایرت داره. او بار دیگه از مقام‌های ایران خواستار اصلاح قوانین مربوط به مجازات اعدام شد.